مرحله اصلی نخستین رزمایش مشترک دریایی چهار روزه با حضور ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس هند آغاز شد. رزمایشی که در نوع خود اولین است و می‌خواهد پیام همگرایی و همافزایی سه قدرت بزرگ دریایی را در تامین امنیت تجارت و تردد دریایی از شمال اقیانوس هند تا تنگه‌های مهم تجاری در جنوب شرق آسیا مخابره کند. روز دوم رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین. در طول رزمایش ما فقط از یک کالساین استفاده خواهیم کرد. بعد از آخرین هماهنگی فرماندهان در نشست توجیهی، صبح امروز یگانهای شرکت کننده به سمت محل اجرای رزمایش عزیمت کردند. پیام این در واقع رزمایش مرکبی که انجام میشه الان برای دوستان این هستش که بالاخره هماهنگی و اتحاد بین نیروهای مرکب و که با هم دیگه داریم تمرین انجام میدیم به همراه خواهد داشت. برای دشمنان هم این رو به همراه خواهد داشت که بالاخره ما با اقتدار از مرزهای آبی کشورمون محافظت خواهیم کرد. رزمایش در روز دوم با نظارت و پایش بالگردهای نیروی دریایی ارتش انجام شد. نتایج چنین رزمایش‌های کاملا مشخص است و نتیجه اون این هست که تقویت در مبارزه با تروریسم است. و مطمئناً همکاری‌های ایران، چین و روسیه در وضعیتی که تو منطقه حاکم هستش و مسائل مربوط به دزدی و تروریسم دریایی مطمئناً به این موضوع کمک خواهد کرد. پس از پایش منطقه، ناوهای ایران، روسیه و چین با تیراندازی عرصه را بر دشمن تنگ کردند. این تمریناتی بود که در همکاری با نیروی دریایی کشور روسیه، نیروی دریایی چین و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران یگانهای شناور در رزمایش اجرا کردند. جدیت، انسجام و تحرک‌پذیری بالای نیروها آنجا به نمایش درآمد که آب و آتش برای دشمن یکی شد. این پیام رو می تواند برای دنیا داشته باشد که برخلاف اظهارات آمریکایی‌ها که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیروی تروریستی نامیدند، ما امروز به عنوان یک نیروی بین الملل در قالب نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در کنار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در صحنه‌های بین المللی در آب‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حضور فعال و مقتدرانه‌ای داریم. امروز تنها مأموریت شناورهای تندرو یکی نشد، بلکه اهداف کشورهای شرکت کننده هم یکی بود و همین محاسبات دشمن را برهم زد. علاوه بر قابلیت‌های تجاری، این بار ایفای نقش در امنیت منطقه است که توجه‌ها را در سطح بین‌المللی به سواحل مکران جلب کرده است. علیرضا ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما، چابهار. نخستین رزمایش مشترک دریایی ایران با دو قدرت دیگر دریایی مورد توجه خاص تحلیلگران و رسانه‌ها قرار گرفته است. برخی سعی کردند آن را در مقایسه با رزمایش‌هایی که آمریکا در آن شرکت می‌کند کوچک نشان دهند، ولی بیشترشان در لابلای گزارش‌ها و تحلیل‌های خود رزمایش ایران، روسیه و چین را نشانه‌ای از ظهور یک قطب جدید قدرت دریایی و عضو سازمان همکاری شانگهای دانستند. روزنامه رای الیوم این رزمایش را نشانه پایان دوران یکتازی آمریکا در منطقه ارزیابی کرد. شبکه بی بی سی انگلیسی هم رزمایش سه کشور را مثلث جدید قدرت توصیف کرد. ایران و روسیه و چین به منزله یک مثلث جدید قدرت در دریا هستند. روسیه و چین با همکاریشون با ایران در واقع آمریکا و متحدانش رو به چالش کشیدن. این رزمایش همچنان نگران کننده است و سبب میشه که سه کشور از نزدیک با هم تعامل کنند. شبکه تلویزیونی پی بی اس آمریکا هم این رزمایش را نخستین همگرایی دفاعی و مهم ایران، روسیه و چین خواند.
آمریکا با متوسل شدن به فشار حداکثری حول محور تحریم‌ها به دنبال منزوی کردن ایران بود، اما رزمایش دریایی این پیام را برای آمریکا فرستاد که واشنگتن نمی‌تواند تهران را منزوی کند و ایران مقتدرانه نقش‌آفرینی می‌کند. پیام چین و روسیه هم به آمریکا این بود که در تحولات منطقه بازیگرانی کلیدی هستند.